انتخابات مجلس رژیم با شرکت 7% در دور دوم به پایان رسید و یک افتضاح تمام عیار را روی دست خامنه ای گذاشت. هنوز خامنه ای در گیجی این ضربه به سر می برد که آخون رئیسی و تمامی سرنشینان هلیکوپتر حامل آنها به هلاکت رسیدند. و اکنون خامنه ای هم رئیسی را از دست داده و هم لاجرم باید به یک انتخابات ریاست جمهوری تن بدهد. انتخاباتی که برای اون نراه برون رفت که ضربه سنگین دیگری را به دنبال خواهد داشت. پاسدار وحیدی وزیر کشور رژیم در حالی که جنگ در درون حاکمیت بر سر نمایش انتخابات بالا گرفته به نحو مضحکی هشدار داد نامزدها باید از تخریب همدیگر خودداری کنند تا جو معنوی پس از هلاکت رئیسی دوچار خدشه نشود. آخون زنوری از باند خامنه ای عضو مجلس رژیم برای زمین سازی حزب کاندیداهای نامطلوب برای خامنه ای گفت باید کسانی انتخاب شوند که خامنه ای نفس راحتی بکشد، چون خامنه ای نمیتواند برای قهر و ناز یا خوشایند رئیس جمهور برخلاف علم و مبانی شرعی خودش عمل کند. آخون حاجی صادقی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران هم گفت برای ولایت سرباز انتخاب کنید، نه سربار، نه کسی که امروز سخنان رهبری را میشنود فرداش میاد یادمون که نرفته میاد موضع میگیره خلاف رهبری، یا نه حرفم نمیزند در عمل راه دیگری میرود. ما امروز برویم به سراغ رئیس جمهوری میخواهیم که مکتب رئیسی را تعطیل نکند. اما در فشار سنگین این روزها بر مهره‌های رژیم، سخنان با لحن دیگری به زبان رانده می‌شود. کرباسچی، شهردار سابق رژیم در تهران، درباره نمایش انتخابات نوشت: هنری بالاتر از این هست که سازوکاری برقرار کنی که اصلی‌ترین نماد دموکراسی را در یک کشور تبدیل کنی به یک نمایش فکاهی یا استنداپ کمدی تحت عنوان ثبت نام انتخابات و ملت را چند روزی سرگرم کنی و کلی وقت و بودجه کشور را به باد دهی تا زمینه عبور از جمهوریت را در اذهان عمومی فراهم کنی؟ این وضعیت منحصر به باند مغلوب نیست، بلکه بحران شدید اکنون در درون باند خامنه ایست. ایمن آبادی عضو سابق مجلس رژیم نوشت در انتخابات هیئت رئیسه گفتم رأی دادن به قالیباف خیانت به نظام است. گفتند قول داده کاندیدای ریاست جمهوری نشود. گفتم قالیباف پایبند به هیچ اصولی نیست و شهوت قدرت دارد. بعد از ثبت نام قالیباف آنها گفتند اشتباه کردیم. با نگاهی به این مشت از خروار پریشانی و استراب از رأس تا ذیل نظام آخوندی میتوان دریافت که حکومت آخوندی در شرایط سخت و وضعیت متزلزلی قرار گرفته است و هر روز این شرایط وخیمتر و ناگوارتر میشود. وضعیتی که ناشی از ضربات قیام‌های مردم ایران و کانون‌های شورشی بر دستگاه خامنه‌ای و دیکتاتوری منفورش هست. پدیده‌ای که روندی فزاینده در پیش گرفته و هر روز تأثیراتش بر دیکتاتوری آخوندی افزایش می‌یابد.